خداوند وقتی که قوم اسرائیل از مصر بیرون میاره، بارها و بارها نشون میده که حافظ اونها بوده، اونها را از خطراتی رهانیده. پس این تجربه رو داشتن، اونها چشیدن رحمت خدا رو در طول مسیر. حتی کلام خداوند میگه، اعلام میکنه، میگه حتی لباسهای اونها پاره نشد، اونها زخمی هم نشدن، آسیب ندیدن، و هر بار که نیازی داشتن خدا به اونها خوراک میداد، نان من میداد به اونها. پس اینها اینو چشیده بودن. حالا بعد از یک جنگی قرار هست که اینها جا به جا بشن، به سمت کنعان برن. تو یک بیابانی مدت طولانی قرار میگیرن و اتفاقی میفته. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی از ما از این بیابونها رو تجربه کردیم، خیلی ما هم الان تو این بیابونه هستیم تو این بیابون. باید بدونیم تو این بیابون باید چی کار کنیم. بله. و از کوه هور به راه بحر قلزم کوچ کردند تا زمین ادوم را دور زنند. و دل خدا من سعی میکرد تمام راههایی رو که قوم اسرائیل میخوان برن از نظر امنیت اونها رو حفظ بکنه، که مبادا قومهایی که در اون زمان قومهای وحشی بودن به اینها حمله کنن. بله. و دل قوم به سبب راه تنگ شد و قوم بر خدا و موسی شکایت آورده. خب حق داشتن. یعنی اگر شما بی پولی، به خاطر بی پولیت ناراحت هستی، حق داری. اگه مریضی ضعف درد تو رو آزار میده، حق داری. اگه فرزندت از دور هست ناراحتش هستی، حق داری. اینا طبیعیه که ما تا اینجا رو باید بپذیریم. هر کسی میتونه توی سختی ها و توی مشکلات یه آهی بکشه، ابراز ناراحتی بکنه، اما ما که مسیح ایمان داریم، ما که به خدا ایمان داریم، چه نوع تصویری رو باید در ذهنمون داشته باشیم نسبت به اون مشکلات؟ بله. گفتند که ما را از مصر چرا برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست و در دل ما از این خوراک سخیف کراهت دارد. اجازه بدید. تصویری که قوم اسرائیل داره نسبت به آنچه که پیش براش اومده، تصویری نیست که در طول روزها که خدا با قوم اسرائیل بوده براشون کشیده. اون تصویری که خدا کشیده بود این بود که اجازه نداد فرعون اونها تسلط داشته باشن و اونها رو از بین ببرن، اجازه نداد گرسنگی اونها رو از بین ببرن، اجازه نداد قومهای وحشی اونها رو از بین ببرن. پس اونها رحمت خدا رو دیده بودن، اما یک تصویر دیگه ای داشتن. تصویر ذهن اونها این بود که اون بیابان میتونه به اونها آسیب بزنه، چون آب نیست، بیابانه دیگه، خوراک نیست، تازه مار و عقرب هم هست، مار جزو حیوانات صحراست، بیابانه، پس امکان داره اونها رو هم بزنه. ما هم وقتی تو سختی ها و مشکلات قرار میگیریم، اگه مانند قوم اسرائیل نگاه کنیم، این تصویر اشتباه میشه که بگیم الان بیکار هستم، پول نخواهم داشت، گرسنه میشم، پیمنتامو کی میده، چه کار بکنم با وضعیت اقتصادیم، دکتر منو جواب کرده، حالا من اگه بمیرم بچه‌م چی میشه، زنم چی میشه، آی حالا این چی میشه، این خونه رو چه کار کنم، اموالمو چه کار کنم. اینها همون تصاویری هستش که اشتباهه. در این تصاویر رحمت خدا نیست. این تصویر نمیتونه تصویر درستی باشه. تصویری هست که حتما افراد آسیب میخورن و حتی میتونن این آسیب رو به دیگران نیز بزنن. شاعری میگه هر وقت که از زمان دلگیر شدی، پیداست که از قله سرازیر شدی. وقتی که تصویر ذهنت اشتباس نسبت موقعیت سختت، پیروزی تو نمیبینی، شکستتو داری میبینی، مطمئن با شکست خواهی خورد.